اسم من گلنار عدیلی هست. من کار هنری دیداری میکس میدیا انجام میدم. من پس از طی کردن یک مسیر سعی و خطا به هنر رسیدم و اولین چیزی که میخواستم توش مطالعه بکنم تروماهای گذشتم بود و اون حس دوری و دلتنگی که در طی سالها توی من جمع شده بود. معماری مطالعه کردم، خیلی از فکر معماری و پروسه معماری کمک گرفتم توی کارهای هنری خودم و وقتی که شروع کردم به کار هنری انجام دادن، اولین چیزی که به ذهن من اومد نگاه کردن به شعر بود، چون یه جورایی ستون فقرات فرهنگ ایران شعر هست و توی هر موضوعی خودش رو نشون میده و اون حس دلتنگی من که سالهای سال بود انباشته میشد و شعر به خصوص مولانا اول و بعد کم کم حافظ رو چطوری من میتونم به یه زبان معاصر و با یک ماده معاصر و با روش خودم که یه سری پروسه معماری توش هست رو نشون بدم. خیلی از کارهایی که اول شروع کردم انجام دادن دور محور پدرم بود. خیلی چهره برجسته‌ای بود برای خود من از این نظر که ازش دور بزرگ شده بودم و بسیار آدم فعال و مهربونی بود و وقتی که از این دنیا رفت من خیلی برام جالب بود که دیدم تمام نامه ها و مکالماتش ثبت شده، خودش ثبت کرده بود، منظم همه رو آرشیو کرده بود و این یه منبع خیلی ارزشمندی برای من شد که باش کار کنم. اولین متنی که باهاش کار کردم نامه‌ای بود که مادرم برای پدرم نوشته بود. میدونستم که میخوام با این نامه یه کاری انجام بدم. برابری نامه رو باز تولید کردم و با یه فرمول ریاضی به این نتیجه رسیدم که چطور میتونم با تا کردن دوباره این متن رو تولید کنم. در واقع ساختار نامه رو به هم زدم و دوباره با تا کردن به وجودش آوردم. اگه زبان فارسی رو بلد باشین میتونین به سختی نامه رو بخونین. این سختی در واقع نشون دهنده همون رابطه ایه که من با نامه داشتم. From there I started to work with medical tape. از اون موقع شروع کردم به کار کردن با چسب زخم‌های پزشکی. توی دوران مریضی پدرم با این چسب زخم‌ها آشنا شدم. برای ماده خیلی جالبی بود چون خیلی شبیه پوست بدنه. بنابراین نامه‌ها رو با این چسب‌ها پوشوندم و متن انگار از زیر سطح این چسب زخم‌ها بیرون می‌زنه. بعدش همین کار رو با موم زنبور عسل انجام دادم. انگار که خاطره و زمان به نامه ها تزریق شده باشه. یکی از دست نوشته های پدرم رو که پیدا کردم متن شعر تو ای پری کجایی بود و فهمیدم که کلاس آواز می رفته. من اونو با موم زنبور عسل پوشوندم و متن شعر زیر لایه های موم و دستمال کاغذی محو شد. من خودم مادر یه بچه نوپام و برام این رفت و برگشت بین دو زبان خیلی جالبه. به خاطر آموزش زبان فارسی به بچم از این مدل حروف چینی استفاده کردم که خیلی پایه‌ایه و همه الفبا رو باهاش طراحی کردم. در واقع به یه کتاب هنری تبدیلش کردم که جمله ها رو به هم میریزه و دوباره بهشون ساختار میده و شاید جنبه آموزشی هم داشته باشه. با جابجا کردن این قطعه ها و لمس کردن واژه ها میشه زبان رو یاد گرفت. من از خط فارسی با فرایند تکرار، تکه تکه کردن و دوباره سازی استفاده می کنم. مثلا در یکی از نامه های پدرم که 11 صفحه است
همه حرفای یه رو بیرون کشیدم. واژه هایی که این حرف رو داشتن به ترتیب قرار دادم و خود واژه رو هم در قوس یه جا دادم و در واقع یه نسخه ویرایش شده بر مبنای محل قرارگیری یه ها در نامه درست کردم و یه چیدمان از اونا ساختم که از پیشینه معماری من بیرون میاد. همینطور توی کاری که با غزل سمن بویان حافظ انجام دادم، حروف رو مثل پیکسل تکه تکه چیدم. کنار هم قرار دادن واژه ها یه طرح تکرار شونده و حتی کمی موسیقی هایی رو به وجود میاره که خیلی با معنا و احساس غزل در ارتباطه. Airplanes. I'm completely obsessed with them. هواپیماها رو خیلی دوست دارم و ذهنم رو مشغول خودشون میکنن. این همون وسیله‌ایه که منو به کسانی که دوستشون دارم میرسونه. توی یکی از کارام از تصویر هواپیمایی استفاده کردم که روی بلیت پدرم بود، از سفری که خیلی براش مهم بود و برای همین بلیتش رو نگه داشته بود. این تصویر رو روی یک کاغذ ژاپنی چاپ کردم و یک جمله از نامه ها رو روش دوختم و تکرار کردم. تکرار کردن خیلی آرامش بخشه و شبیه به ذکر گفتنه. وقتی تکرار میکنید، الگویی رو به وجود میارید که ذهن با اون میتونه تسکین پیدا کنه و آرامش درونی بگیره. To repeat, you create a pattern that then the mind can rest in and settle inside.